برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای مهدی حمزه سخنگوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای حمزه، در رابطه با اهمیت نامه مؤسسه مصباح الحسین به نخست وزیر عراق توضیح بفرمایید و گویا در گذشته هم نامه های مشابهی به مقام های دولتی از جمله نخست وزیر عراق از سوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام نوشته شده و نتیجه مثبتی در بر داشته است. بله، سلام علیکم و رحمت الله خدمت آقای محمدی و همچنین عوامل و بینندگان محترم اخبار شیعه. و اما درباره نامه مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام به نخست وزیر عراق، باید عرض کنم که این نامه شامل تذکرها و توصیه های مرجع عالی‌قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی است که شب عاشورای امسال در رابطه با اهمیت شهیره اربعین و تسهیل شرکت در آن بیاناتی را فرمودند. به همین دلیل این نامه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این نامه که ریاست محترم مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین شیخ مصطفی محمدی به جناب آقای محمد شجاع سودانی نخست وزیر عراق نوشتند، ضمن تشکر از اقدامات دولت عراق در اربعین سال گذشته خواستار ایجاد تسهیلات هرچه بیشتر برای زائران اربعین شدند که از جمله آنها این موارد رو میتوان ذکر کرد: یک، باز کردن مرزهای عراق به روی تمامی کشورها و تسهیل امور افرادی که مایل به سفر به عراق جهت شرکت در این زیارت میلیونی به صورت فردی و یا جمعی هستند. دو، حذف ویزای عراق. و سوم، به حداقل رساندن هزینه های ورود به عراق و نظارت به کنترل قیمت ها نسبت به تمامی وسایل حمل و نقل از جمله هوایی، دریایی و زمینی و نیز تکریم زائران با خدماتی مانند ارائه مواد خوراکی و محل هایی برای اسکان ایشان و نیز تلاش برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد سودجو که در این ایام به دنبال افزایش قیمت ها هستند خواستار شدیم. اینها مواردی بود که مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین السلام که زیر نظر دفتر مرجع عالی‌قدر از آیت الله العظما شیرازی هست فعالیت میکند، در نامه خود به نخست وزیر عراق بیان نموده. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که مؤسسه مصباح الحسین السلام در اربعین های گذشته هم نامه های مشابه نوشته بود، مثل خطاب به نخست وزیر وقت عراق در رابطه با ایجاد تسهیلات و تمهیداتی برای زائران اربعین نامه ارسال نمود و با آن با نظر به بیانات مرجع عالی‌قدر سید صادق حسین شیرازی خواستار عدم قطع آب و برق در موسم اربعین شده بودند. اگر سوالی بود در خدمتم. سپاس از شما. مهدی حمزه، سخنگوی مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا.